افسانه ای از آسیای میانه، امیر ظالم و آه مظلومان. در زمانهای قدیم مردی به نام زنگیبار بر سرزمینی حکمرانی میکرد. هیچ امیری در ظلم و ستمگری به پای او نمیرسید. امیر با قدرتی که داشت خزانهش را با دارایی مردم پر کرده بود و کسی هم جرأت اعتراض نداشت. در آن شهر 40 دزد وجود داشت. یک شب آنها دست به دست هم داده و خزانه امیر را یک جا به یغما بردند. خبر که به گوش امیر رسید چنان به خشم آمد که کم مانده بود شعله بکشد و همه جا را بسوزاند. او خیلی زود به سربازانش دستور داد تا همه جا را بگردند. سربازان و کارگزاران امیر هم همه جا را گشتند، اما هیچ ردی از دزدان خزانه نیافتند و دست از پا درازتر به قصر برگشتند. امیر به ناچار جارچیانی به اطراف فرستاد تا ندا در دهند که امیر 40 روز فرصت می دهد. در این مدت هر کس خزانه قصر را پیدا کند و برگرداند، به اندازه وزنش به او طلا خواهیم داد. اما اگر ظرف این 40 روز خزانه پیدا نشود، هر روز از هر شهر و روستا 10 نفر را به دار خواهیم آویخت. تمام مردم آن سرزمین با شنیدن این خبر از ترس به خود لرزیدند و به جستجو پرداختند. در آن شهر پیرمردی دنیا دیده زندگی می کرد. مردم دست دسته به در خانه پیرمرد می آمدند و چاره کار را از او می خواستند. پیرمرد بعد از مدت‌ها فکر به آنها گفت: ای مردم، خودتان را عذاب ندهید و بر سر کار زندگیتان برگردید. من برای این مشکل راه علاجی پیدا خواهم کرد. مردم با شنیدن حرف‌های پیرمرد آرام شدند و با اطمینان به اینکه او نخواهد گذاشت خون مردم به ناحق ریخته شود، از آنجا رفتند. پیرمرد وقتی تنها ماند به فکر نشست و سرانجام به این نتیجه رسید که به نزد امیر برود و به او قول بدهد که ظرف این مدت 40 دزد را پیدا کند و خزانه را به قصر برگرداند. پیرمرد با خودش می گفت: سن و سالی از من گذشته و چیزی به آخر عمرم نمانده. حالا که امیر چنین تصمیمی گرفته، بهتر است به جای آن همه مردمی که قرار است بعد از 40 روز به دار آویخته شوند، خودم پیش قدم بشوم و مسئولیت یافتن دزدها و برگرداندن خزانه را به عهده بگیرم. آن وقت امیر فقط مرا به دار خواهد آویخت. پس با این فکر به قصر رفت و به امیر گفت: ای امیر، کاری به مردم نداشته باش. من به شما قول می دهم که خزانه را به قصر بازگردانم. اگر هم نتوانستم، آماده ی هر گونه مجازاتی هستم. فقط 40 روز فرصت می خواهم. امیر گفت: باشد، ایرادی ندارد. اگر در این مدت خزانه را به جای اولش برگرداندی، به اندازه سنگینیت طلا و نقره به تو پاداش خواهم داد. اما اگر نتوانی از عهده این کار برایی، دستور می دهم سر از تنت جدا کنند. پیر مرد به خانه که رسید در گوشه ای نشست و به فکر فرو رفت. همسرش وقتی او را در این حال دید پرسید: ای مرد، چه شده است؟ سخت به فکر افتاده ای؟ پیر مرد گفت: 40 روز بعد امیر مرا به دار می آویزد. همسرش که زنی سال خورده و ساده دل بود، در حالی که اشک می ریخت پرسید: من که حساب و شمارش نمی دانم. 40 روز بعد یعنی چند وقت دیگر؟ پیرمرد به بازار رفت، 40 تا هندوانه خرید و به خانه آورد و گفت: هر شب یکی از هندوانه ها را قاچ می کنیم و می خوریم. یادت باشد که هر وقت هندوانه تمام شد، عمر من هم به آخر می رسد. از آن طرف بشنوید از 40 دزد. وقتی خبر به آنها رسید که پیرمرد مسئولیت یافتن خزانه را به عهده گرفته، رئیس دزدها یکی از آدمهایش را به خانه پیرمرد فرستاد تا خبر بیاورد که پیرمرد چه نقشه‌ای دارد و چه فکری می کند. همان شب اول وقتی آن مرد کنار پنجره خانه پیرمرد رسید و آنجا گوش خواباند، پیرزن اولین هندوانه را آورده بود. پیرمرد هندوانه را از دست همسرش گرفت و گفت:
یکی از 40 تا آمد. منظور پیرمرد یکی از 40 تا هندوانه ای بود که برای تفهیم همسرش به خانه آورده بود. اما دزدی که پشت پنجره گوش ایستاده بود فکر کرد که منظور پیرمرد خود اوست و در حالی که ترس در دلش افتاده بود با شتاب خود را به دوستانش رساند و آنچه را که شنیده بود به سرکردهشان بازگو کرد. سرکرده دوست‌ها که باور نمی‌کرد، شب دوم کس دیگری را فرستاد. او هم تا آمد و پشت پنجره گوش ایستاد، پیرزن دومین هندوانه را آورد. پیرمرد خنده‌ای کرد و گفت: زن، امشب دومی هم از راه رسید. 38 تای دیگر هم کم کم از راه می‌رسند. دوست دوم هم تا این را شنید با شتاب خودش را به دوستانش رساند و آنچه را که شنیده بود به سرکردهشان باز گفت. به این ترتیب سرکرده دوست ها هر شب یک نفر دیگر را می فرستاد، اما همه آنها تنها یک حرف را می زدند، این که پیرمرد همه آنها را شناخته است. سرانجام نوبت به خود سرکرده دوست ها رسید. او برای اینکه سر و گوشی آب بدهد به پشت پنجره رفت و گوش خواباند. در همان لحظه صدای پیرمرد را از داخل خانه شنید که می گفت: آهای زن، بیاور که 40 هم رسید. سرکرده دوست ها با شنیدن این حرف از حیرت در جا خشکش زد. فکر کرد که پیرمرد حتما او و 39 دوست را شناخته است. نتوانست خودش را نگه دارد، پس به درون خانه رفت و گفت: ای پیر فرزانه، بیا و مردانگی کن و ما را به دست امیر نده. او ما را به دار خواهد آویخت. ما حاضریم خزانه را به قصر برگردانیم. پیرمرد که با دیدن او سخت جا خورده بود و نمی دانست موضوع از چه قرار است، بر خودش مسلط شد و گفت: ها، جایی که خزانه را پنهان کرده اید به من نشان دهید. آن وقت مطمئن باشید که با شما کاری ندارم. سرکرده دوست ها محل خزانه را به پیرمرد گفت و از آنجا رفت. پیرمرد زود به قصر رفت و به امیر گفت: امیر به سلامت باشد. امروز 40 روز و آخرین روز از مهلتی است که شما به من داده بودید، پس مژده که خزانه را یافته ام. امیر پرسید: پس آنها که خزانه را دزدیده بودند چه؟ آنها را می شناسی یا نه؟ پیرمرد چون سرکرده دوست ها را دیده بود و به او قول داده بود گفت: دوست ها از سرزمینی بیگانه به اینجا آمده بودند. وقتی فهمیدند رازشان آشکار شده است، از ترس شما فرار را برقرار ترجیح دادند و حالا افرادی را با من همراه کن تا برویم و خزانه را به قصر برگردانیم. امیر 40 شتر فرستاد و به این ترتیب خزانه به قصر بازگردانده شد. امیر ضمن اینکه ظالم و ستمگر بود، آدم بسیار خسیس و طمعی هم بود. او برای اینکه به وعده خود عمل نکند و به اندازه وزن پیرمرد به او طلا ندهد، تصمیم گرفت حیله‌ای به کار گیرد. پس به نوکرش دستور داد یکی از لاغرترین شتران را در بیرون قصر رها کنید تا به هر کجا که می‌خواهد برود. بعد هم وقتی پیرمرد در حضورم ایستاد، بیایید و بگویید که یکی از شترها گم شده است. همه چیز طبق نقشه پیش رفت و وقتی نوکران خبر گم شدن شتر لاغر را آوردند، امیر رو به پیرمرد کرد و گفت: حالا که تو از همه چیز آگاهی، پس این شتر را هم پیدا کن. اگر نتوانی بیابی، از پاداشی که وعده داده بودم هیچ خبری نیست. پیرمرد متوجه شد که کاسه زیر نیم کاسه است و فهمید امیر حیله‌ای به کار بسته تا از دادن پاداش به او شانه خالی کند. به او گفت: من شترتان را پیدا می کنم، با این شرط که نشانی هایش را به من بگویید. یکی از نوکرهای امیر گفت: شتری بود بسیار لاغر، پاهایش لنگ بود و رنگش سفید. پیرمرد با خودش فکر کرد اگر دزد بخواهد شتری از شتران امیر را بدزدد که نمی آید چنین شتری را بدزدد. به یقین او را رها کردند تا مرا گمراه کنند. پس شتر باید در چمنزاری اطراف شهر باشد. پس رو به همان نوکر کرد و گفت: جیبهایت را پر از کشمش کن و با من بیا. در بین راه کشمش ها را یکی یکی به دهانت بینداز و بخور.
هر جا کشمش ها تمام شد، شتر آنجاست. پیرمرد و نوکر به راه افتادند. آن دو به چمنزاری در کنار شهر رسیدند. نوکر دستش را به جیب برد و دید که کشمشی نمانده تا بخورد. به او گفت: کشمش تمام شد، پس شتر کجاست؟ هر دو به اطراف سرک کشیدند و همه جا را گشتند. ناگهان شتر را دیدند که همانطور که پیرمرد حد زده بین علفزار خوابیده و نشخوار می کنند. رفتند و شتر را گرفتند و تحویل امیر دادند. امیر که دید حیله اش نگرفته، به فکر حیله دیگری افتاد تا بلکه بتواند این بار از شر پیرمرد راحت بشود. وقتی پیرمرد سرش را به سمت دیگری برگرداند، امیر با دست مگسی را در هوا گرفت و پرسید: آهای پیرمرد، بگو ببینم توی مشتم چه چیزی هست؟ پیرمرد درمانده بود که چه بگوید. ناگهان چشمش به تارهای عنکبوتی افتاد که در گوشه دیوار بود. در اتاق چند مگس بودند که مدام وزوز می کردند و یکی از مگس‌ها در همان لحظه میان تار عنکبوت گیر افتاده بود. پیرمرد لبخندی زد و گفت: امیر به سلامت باشد. من چیزی به جز یک مگس نمی بینم که گرفتار شده است. امیر حیرت زده در جا خشکش زد. پیرمرد که می دید امیر در به در به دنبال گمراه کردن اوست و قصد ندارد پاداش او را بدهد، گفت: ای امیر، سن و سالی از من گذشته، خسته شدم. اگر اجازه بدهید می روم و فردا به خدمت می آیم. پیرمرد وقتی از قصر بیرون آمد، فوراً به پیش سرکرده دوست‌ها رفت و گفت: ای مرد، این امیری که من می‌بینم ظلم و ستمش تمامی ندارد. دیر یا زود شماها و تمام مردم را از دم تیغ خواهد گذراند. بهترین راه این است که همین امشب با افرادت به قصر بروی و امیر را سر به نیست کنی. مطمئن باش که خیلی از مظلومان و ستم دیدگان برای سلامتی جانتان دعا خواهند کرد. 40 دوز به 40 مرد جنگی تبدیل شدند و همان شب به قصر هجوم بردند. دعای خیر پیرمرد و آه دل ستم دیدگان و مظلومان آن سرزمین و زور بازوی 40 مرد جنگی دست به دست هم دادند و کار امیر ظالم را یکسره کردند.